السلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدین دوستان عزیز به مضمون شبکه دو. به فصل چهارم هستیم، لکچر یک. فصل چهارم ما پلانینگ در آدرسینگ استرکچر یا پلانگذاری ساختمان آدرس های شبکه. در چپتر شما یاد میگیرین به صورت عموم که چطور ما آی پی آدرس به صورت مؤثر در شبکه های کمپیوتری استفاده کنیم. آی پی آدرس البته ورژن 4. بخش اول از این چپتر ما مرور بر آی پی ورژن 4 می باشه که شما قبلا در سمستر اول خواندین. بعد از او سبنتینگ داریم، چطور ما آی پی را تقسیم کنیم به چندین شبکه نظر به هاستای ما، و داخل عملیه راوت سمرایزیشن. در لکچر یک تنها مرور بر آی پی ورژن 4 در نظر گرفته شده. خب بخش اول از لکچر ما آی پی ورژن 4 مرورش می باشه. دوستان عزیز، ما در سمستر اول خوانده بودیم که آی پی ورژن 4 امروی آی پی ورژن 6، پرایوت آی پی، پابلیک آی پی، عملیه سبنتینگ، تمامی از این عملیات توسط کمپانی آی تی اف پیشنهاد شده و ساخته شده. به علت از یک آی پی ورژن 4 تنها میتونه 4 بیلیون یا 4 میلیارد استفاده کننده را در اینترنت حمایت کنه. از این خاطر بعد از او پیشنهاد کمپانی آی ای تی اف پابلیک آی پی و پرایوت آی پی می باشه، یعنی آی پی هایی که در اینترنت قابل راوت هستند، آی پی های عمومی و آی پی هایی که شخصی است تنها در کمپانی ها استفاده میشه و در اینترنت استفاده نمیشه. بعد از او عملی سبنتینگ و بالاخره ما با آی پی ورژن 6 میرسیم. خب آی پی ورژن 4 در اینجا ما با صورت سریع مرور میکنیم. بعضی از موضوعاتش خواهد ماند چون در سمستر قبلی در سمستر شبکه یک با جزئیات خوانده شده. خب قبل از اینکه ما با آی پی بریم، به صورت عموم در نتورک دو نوع آدرس داریم، آدرس فیزیکی و منطقی، که هر دو از این آدرس به خاطر انتقال معلومات ضروری هستند. خب اولین آدرسی را که داریم مک آدرس یاد میشه، مک مخفف میدیا اکسس کنترل آدرس میباشه. این آدرس ما یک شماره یا نمبر است، نمبری است که اندازش 48 بیت یا 6 بایت میباشه و از دو قسمت ساخته شده یا به دو بخش اینوی تقسیم میشه. یک قسمتش کمپانی تولید کننده را نشان میده و قسمت دیگه از این وسیله را نشان میده. قابل یادآوری است وقتی که وسایل تولید میشه هر کدامشان مک مشخص خود دارن و هیچ در دنیا تکرار نمیشه. البته مک آدرس توسط کمپانی های بین‌المللی کنترل میشه که قسمت کمپانی که برای یک کمپانی مشخص اختصاص داده میشه و قسمت دیگه که به وسیله توسط کمپانی بازی کنترل میشه. از این خاطر هیچ دو مک آدرس در دنیا پیدا نمیشه که تکرار شوه. اگر ما موبایل داریم، کامپیوتر داریم، سرور داریم و هر وسیله دیگه که شامل نتورک میشه داریم، اونا مک آدرس مشخص خود دارن، یونیک هستن، یعنی تکرار نیستن و منحصر به فرد میباشن. آدرس دیگه که ضرورت است به خاطر انتقال معلومات آی پی آدرس یاد میشه. آی پی مخفف اینترنت پروتکل میباشه. آی پی ورژن های مختلف داره. دو ورژن از این در شبکه های کمپیوتری استفاده میشه، ورژن 4 و ورژن 6، و بحث ما بالا آی پی ورژن 4 است. آی پی ورژن 4 همچنان به دو قسمت تقسیم میشه. البته آی پی ورژن 4 بگویم که ایام آی پی ورژن 4 هم یک شماره یا نمبر است، اندازش 32 بیت میباشه و این 32 بیت به صورت عموم به دو بخش تقسیم شده که یک قسمتش نتورک آدرس شنو شام میده و قسمت دیگه هاست یا وسیله مشخصه بر ما نشان میده. خب حالا میایم به مقایسه از این آی پی آدرس هایی که در نتورک استفاده میشه، چی آدرس فیزیکی داریم و آی پی داریم. مک آدرس به نام لیر 2 آدرس یاد میشه. معمولا از مک آدرس سویچ استفاده میکنه. مک آدرس یک وسیله را مشخص میکنه در نتورک، البته مشخص کننده خود وسیله میباشه. خب به خاطر وضاحت بیشتر و استفاده درست به انسان ها، این نمبر 48 بیتی به هگزادسیمال یا به سیستم 16 تبدیل میشه، نمایش داده میشه. به صورت معمول قابل تغییر نیستن. یکی از نامهای دیگهش به نام آدرس فیزیکی و یا فیزیکال آدرس گفته میشه و همچنان این بالای این آی سی کارت تمامی وسایل هک شده میباشه یا ذخیره میباشه در چپ از ما. اگر ما آی پی آدرس در نظر بگیریم، آدرسی است که در لیر 3 او اس آی مدل شامل میباشه.
معمولا از آی پی آدرس راوتر استفاده میکنه و همچنان هدف استفاده آی پی آدرس در شبکه قسمی که شما قبلا میفهمین مشخص کردن موقعیت یک وسیله در شبکه میباشه. گرچه بس ما بالای از این است که آی پی آدرس قاره ها و کشورهای مختلف آی پی آدرس خاص داره از نگاه IP ورژن 4 که تقسیم بندی ازی بهتر در نظر گرفته شده در آی پی ورژن 6، اما باز هم اگه با صورت مشخص بگویم آی پی آدرس خودش مشخص کننده موقعیت یک وسیله است. موقعیت منظور ما شبکه است، موقعیت جغرافیایی نمی باشه. خب اگه ما آی پی ورژن 4 در نظر بگیریم اندازش 32 بیت است، این 32 بیت به خاطر وضاحت بیشتر و استفاده انسان ها راحت شوه ما بتونیم برای استفاده کنیم با 4 بخش تقسیم میشه، 8 بیتی که البته شما اوکتت میگیم و همچنانی بخش های ما و سیستم دیسیمال یا دات تبدیل میشه به خاطر استفاده راحت تر. بازم آی پی ورژن 6 ما 128 بیت اندازش می باشه و 128 بیت با کوارتت ها تقسیم میشه و هر کوارتت ها با هگزادسیمال نمایش میتیم به خاطر استفاده راحت یا هیومن ایدوالتی. آی پی آدرس قابل تغییر است، میتونه تغییر کنه. ما میتونیم میره دیستی خود ما تغییر بتیم یا دی سی پی تغییر بتیم. قسمی که شما قبلا در سمستر قبلی دی سی پی سرور را کار کرده بودیم در ویندوز سرور و مثل اکسس پوینت و همچنان در این سمستر باز ما بالاخره میریم به راوتر کار میکنیم همچنان به سیستم عامل لینکس. آی پی آدرس به نام لاجیکال آدرس میگن یا آدرس منطقی میگن، نام دیگه شسته و از طریق سیستم عامل معمولا اینا یا به صورت عموم سافتویر اساین میشه یا تعیین میشه با یک وسیله. خب اگر ما یک ایدنت فریم در نظر بگیریم شما میفهمید به خاطر انتقال معلومات از سورس به دستینیشن ما دو نوع آدرس استفاده میکنیم که مک آدرس ما داریم و همچنان آی پی آدرس داریم. خب اگر ما آی پی پکت انکپسولیت در نظر بگیریم ایدنت فریم واضح تر میباشه. در اینجا ما سورس مک آدرس داریم، دستینیشن مک آدرس داریم، در این قسمت سورس آی پی داریم و دستینیشن آی پی داریم. دیتا فریم چک سیکونس این هیدرهای دیگه زیاد داره یا تریلر زیاد داره یک ایدنت فریم، اما ما قسمت بر ما مهم است که در اینجا شما بفهمیم که آی پی سورس و دستینیشن وسیله که معلومات روان میکنه، وسیله که معلومات دریافت میکنه. مک آدرس از اینام ضرورت است، آی پی آدرس از اینام ضرورت است، یعنی به خاطر انتقال معلومات به صورت موفقانه در شبکه های کمپیوتری ای دو نوع آدرس ضروری هستند و باید موجود باشند تا معلومات انتقال کنند. قسمی قبلا یادآوری کردیم آی پی آدرس اندازه 32 بیت می باشد، یعنی 32 دانه 0 و 1. استفاده از این خیلی مشکل است. اول ای با 4 اوکتت تقسیم میشه یا 4 بخش HBT که نام هر کدام اوکتت میگن. در بین از اینا نقاط مانده میشه و هر اوکتت به صورت جداگانه با از سیستم دو یا باینری با سیستم ده تبدیل میشه، بالاخره با یک عدد تبدیل میشه که انسان ها بتونن او را استفاده کنن. خب به خاطر جزئیات بیشتر ما تخته سفید استفاده میکنم تا اینکه تمام جزئیات آی پی ورژن 4 در اونجا با شما تشریح شوه و گفته شوه امرای کلاساش. خب آی پی ورژن 4 یا ورژن 4 مرور میکنیم از ام ابتدا. آی پی یا اینترنت پروتکل یک نمبر است. این نمبر به نام لاجیکال آدرس همچنان یاد میشه. اندازه از این نمبر 32 بیت است یا 32 بیت ما گفتم میتونیم 4 بایت. این 32 بیت با اوکتت ها تقسیم میشه، 4 اوکتت. و هر اوکتت 8 بیت نشان میده. بعد از او این اوکتت ها تبدیل میشن به سیستم ده یا دسیمال نمبر. البته به خاطر از اینکه انسان ها بتونن راحت استفاده کنن یا هیومن ایدیوال باشه این به نمبر تبدیل میشه. خب ما یک مثال شما میگم بعد از او باز ما میریم به جزئیات دیگه. مثلا یکی از آی پی آدرس های بسیار معمول است 192.168.1.1 192 اکتیت اولی رو نشان میده، 168 اکتیت دومی، سیومی و مثلا یک آخر اکتیت چورمی. حالا وزی بخاطر از این که تشخیص شوه که چون شما قبلا فهمیدین که
یه آی پی آدرس به دو بخش تقسیم میشه، یک قسمتش نتورک نشان میده و قسمت دیگهش هاست نشان میده. این حال وسایل چطور تشخیص میکنن یا میفهمن که کدام بخش از یه آی پی آدرس مربوط شبکه است و کدام بخشش مربوط یک وسیله یا هست است؟ گفتم میتونیم که نتورک پورشن یک قسمت آی پی آدرس است و بخش دیگهش هاست پورشن است. خب به خاطر تشخیص از این که قسمت نتورک و قسمت هاست از همدیگه متمایز شوند، قبلا ما ایره خوانده بودیم در سمستر قبلی که ما ضرورت به سبنت ماسک داریم. سبنت ماسک ما یک عدد 32 بیتی است. این همچنان به صورت از دیسیمال به خاطر استفاده راحت تبدیل میشه. مثال سادهش مثلا 255.255.255.255 صفر است. بیتایی که در سبنت ماسک یک می باشه با صورت عموم نتورک نشان میده. یعنی میکس می نشان میکنم که نتورک او بیتایی را نشان میده که قیمتشان یک باشه و در سبنت ماسک او بیتایی که صفر باشه قسمت شبکه را نشان میده، قسمت هاست را نشان میده در آی پی که ما استفاده میکنیم. مثال ساده را اگر در نظر بگیریم، مثلا اگر ما 3255 در نظر بگیریم، این نشان دهنده از این که ما 24 دانه بیت ما یک داریم و صفر یعنی 8 بیت. این مفهوم می رساند در صورتی که ما ای آی پی را اگر استفاده کنیم که 24 بیت در اینی آی پی آدرس مربوط شبکه میشه و 8 بیت دیگر مربوط هاست میشه. یعنی یکایی را که ما در این قسمت داریم نمایندگی است نتورک دای پی آدرس میکنن و صفرایی را که ما داریم نمایندگی است قسمت هاست در ای آی پی آدرس میکنن. خب حالا میایم به کلاس های از آی پی ورژن 4. کلاس های آی پی ورژن 4 نظر به اوکتت اولی آی پی ورژن 4 طبقه بندی میشه. اگر اوکتت اولی ما از 1 تا 127 باشه، ما او را میگم که IP آدرس کلاس A است. یعنی کلاس A همیشه اوکتت اولیش از 1 تا 127 میباشه و اوکتت های دیگر هم من X میگذارم از خاطر از این که ما به قیمت های از اینا ضرورت نداریم. همچنان شما قبلا خوانده بودین که با صورت دیفالت سبنت ماسک در کلاس A 255 صفر 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 است. یعنی این مفهوم می رسانه که یک اوکتت اولی ما مربوط شبکه میشه و سه دانه صفر نشان دهنده از این است که سه اوکتت بقیه مربوط هاست میشه. به صورت عموم ما میتونیم اسمی نشته کنیم در کلاس A که یک اوکتت نتورک داره و سه اوکتت دیگر برای هاست داره. قابل یادآوری است که 127 برای لوپ بک تستینگ ریزرو شده. در کلاس A از 1 تا 127 است، اما شماره 127 از این در شبکه های کمپیوتری استفاده شده نمیتونه به صورت معمول. این را به خاطر هدف مشخص استفاده میکنیم و او را میگیم که اختصاص داده شده برای loop back testing، که شما قبلا میفهمین که loop back testing مفهوم از این را میرسانه که ما یک وسیله را توسط خودش وقتی که ما تست کنیم از IP 127 استفاده میکنیم. همچنان قابل یادآوری است که تعداد نتورک ها را و تعداد هاست ها را اگه ما در کلاس A حساب کنیم چطور حساب میکنیم. حساب کردن از این مهم به خاطر از این است شما از امیال بفهمین، چون ما در عملی سبنتینگ بازی را سرات داریم. خب اگر ما مکمل کلاس A را در نظر بگیرم، مکمل کلاس A دارای تعداد نتورک 126 دانه می باشه. در کلاس A 126 نتورک شامل است. چطور ما این 126 گفته می تونیم؟ اوکتت اول نشان دهنده نتورک می باشه. اوکتت اول ما از 1 تا 127 می تونه باشه که 127 تا او طرف کنیم میشه از 1 تا 126، چون 127 تا قبلا گفتیم که برای لوپ بک تستینگ ریزرو شده.
یعنی شماره یک ما یک نتورک نشان میده، دو دیگه نتورک، سه و همسیم چهار پنج، بالاخره ما میتونیم تا 126 تفاوت داشته باشیم و ای مساوی میشه با تعداد از شبکه ها در کلاس A. حالا اگه ما هاستا را حساب کنیم، هاستا در این قسمت برای ما 3 اکتیت نشان میده. قیمت های 3 اکتیت دیگه برای هاست برای ما ضرورت است، بخاطر تشخیص کلاس A نه، البته یا بخاطر تشخیص کلاس نه در اینجا. این 3 اکتیت قسمت هاست نشان میده و این 3 اکتیت ما قسمی که شما قبلا خواندین و اگه باید داشته باشین این است که یک اکتیت ما از 0 تا 255 میتونه قیمت بگیره. یعنی 3 اکتیت داریم که تفاوتشان هم اسمی است که از 0 تا 255، از 0 تا 255، از 0. اگر ما این تفاوت ها را حساب کنیم تمام از اینا میشه 256، 256، 256. قبلا این را در سمستر اول خوانده بودیم که ما این 3 اکتیت با هم دیگر ضرب میکنیم و منفی 2 میکنیم. ضرب چرا میکنیم؟ از خاطر از اینکه با هر تفاوت اکتیت مثلا آخری این اکتیت باید 250 وقتی که ما این هر اکتیت حساب کنیم، هر اکتیت به صورت جداگانه از 0 تا 255 تحول داره و هر کدامشان به صورت جداگانه 256 تحول، 256 تحول و 256 تحول میشه. با هر تحول اکتیت قبلی ایش ما از قبل میفهمین که اکتیت بعدی ما 256 تحول میکنه. از این خاطر ما این 3 اکتیت را ضرب میکنیم و جزئیات از این را ما در سمستر قبلی خوانده بودیم. اینجا مرور است. یعنی اگر ما تعداد هاستا را به صورت عموم در کلاس A پیدا کنیم، این مساوی میشه به 256 یعنی 2 به توان 8 ضرب 2 به توان 8 ضرب 2 به توان 8 و منفی 2 از خاطر از این میکنیم. در صورتی که این 3 اکتیت ارزششان 0 شوه، تنها ای آی پی قسمت نتورک نشان میده و او را ما با یک هاست ست کردن میتونیم، از این خاطر منفی 1. و همچنان اگر تمام از این اکتیت ها 255 255 و 255 شوه، یعنی تمامش 1 شوه، او آی پی هم با یک هاست ست شده نمیتونه، آی پی برودکست نشان میده، از این خاطر ما او را همچنان از تعداد هاست ها منفی میکنیم که در این قسمت منفی 2 داریم. یعنی تعداد هاست های ما در کلاس A با صورت عموم همی است، یعنی اگر ما با صورت توانای 2 نشته کنیم 256، 2 به توان 8، 2 به توان 8، 2 به توان 8، 3 دانه 2 به توان 8 ما میشه 2 به توان 24 و منفی 2. هر عددی که میشه ما این را وقت حساب کنیم تعداد هاستا در کلاس A مبره. و همچنان تعداد نتورک ما میتونیم اگر در کلاس A به توانای 2 نشان بتیم، این مساوی است به 2 به توان 8، 2 به توان 7، 126 ما 2 به توان 7 میشه، منفی 2. 2 به توان 7 ما 128 میشه، وقتی ما ایره منفی 2 کنیم 2 به توان 7 میشه. خب بخاطر از این تحت یک فرمول میاریم تا ای که تمام کلاس ها را بسیار به صورت واضح بفهمیم. حالا اگر ما بیاییم به کلاس B، کلاس B ما در صورتی که اکتیت اولی ما، البته بازم تکرار کنم که کلاس ها نظر به قیمت های اکتیت اولی در IP ورژن 4 تشخیص میشن یا طبقه بندی شدن. نظر به قیمت های اکتیت اولی در IP ورژن 4 کلاس ها به میان میایه و هر قیمت مشخص از این کلاس مشخص نشان میده. کلاس B از 128 تا 191 میباشه. در صورتی که اکتیت اولی ما از 128 تا 191 باشه، ما او کلاس میگیم که کلاس B. دیگه اکتیت ها را ما X میگذارم بخاطر که در کلاس بندی اینا رول ندارن. شما از قبل میفهمین که سبنت ماسک به صورت قراردادی یا پیش فرض در کلاس B 2255 و 2.0 میباشه. این مفهوم میرسانه که ما دو اکتیت اولی ما را به نتورک اختصاص دادیم در کلاس B و بقیه دو اکتیت دیگر برای هاست. حالا اگر ما تعداد نتورک ها را در کلاس B حساب کنیم،
دو اکتیت برای نتورک داریم. اکتیت اولی ما تنها از 128 تا 191 میتونه تفاوت داشته باشه و اکتیت دومی ما از 0 تا 255. پس ما اکس می در نظر میگیرم تعداد نتورک ها را به صورت خلاصه مساوی است به 128 منفی 191 کنیم میشه 64. 128 خود شام شامل است از این خاطر میشه 64 ضرب از 0 تا 255 تفاوت ما میشه 256. این همی عدد وقتی ما ضرب کنیم تعداد نتورک ها در کلاس B پیدا میشه. خب 64 ما را ما داریم 2 به توان 6. اگر نظر به توان های 2 در نظر بگیریم وقتی که خلاصه شوه و همچنان 256 ما را داریم 2 به توان 8. یعنی به صورت خلاصه 2 به توان 6 ضرب 2 به توان 8 شود 2 به توان 14 و همچنان منفی 2 به خاطر از این در نظر میگیرن به صورت معمول تا ای که مایکس میده تمام فرمولا منفی 2 داریم. اگر این فکس 2 به توان 6 منفی 2 به توان 8 قیمتش میتونه باشه. خب اگر تعداد هاستار را در کلاس B ما حساب کنیم دو اکتیت آخری را در نظر میگیریم و دو اکتیت آخری قسمت هاست نشان میده. اینا دو اکتیت آخری به این شکل پیدا میشه. اکتیت چهارمی ما 2 به توان 8 یا همو 256 است. بازم داریم اکتیت سیومی ما 2 به توان 8 بازم منفی میکنیم IP برودکست ها و همچنان نتورک آیدی را که قسمت نتورک بر ما نشان میده تمام از این دو اکتیت اگر دوی صفر باشه و این به صورت خلاصه میشه 2 به توان 16 منفی 2 دانه نتورک ما میتونیم داشته باشیم تقریبا 65534. یعنی به این اندازه نتورک در کلاسی بی ما میتونیم داشته باشیم و در هر شبکه ما میتونیم 2 به توان 16 منفی 2 دانه هاست که 65534 قیمتش میشه میتونیم داشته باشیم. کلاس سی. در کلاس سی اکتیت اولی ما قیمتش از 192 تا 223 می باشه. دیگه اکتیت ها در نظر گرفته نمیشه از این خاطر من اینا را اکس میمونم. همچنان شما از قبل میفهمین که سبنت ماسک به صورت دیفالت یا پیش فرض 3 دانه 255 و 0 در اینجا می باشه. یعنی این که 3 اکتیت ما برای نتورک است و اکتیت آخری ما برای خواست. تعداد شبکه را اگر ما پیدا کنیم تعداد شبکه در کلاسی C 3 اکتیت می باشه. یک اکتیت ما از 192 تا 223 را می تونه قیمت بگیره. دیگرهایشان از 0 تا 255 است. خب ما میم تعداد نتورک در اینجا حساب میکنیم. نتورک در کلاسی C تعدادش مساوی است به از 192 تا 223 را اگر ما حساب کنیم 32 میشه. 32 ما 2 به توان 5. بعد از او 2 به توان 8 داریم و 2 به توان 8 همچنان در اینجا منفی 2 داریم. اگه ما با صورت خلاصه ای را حساب کنیم 2 به توان 5 ضرب 2 به توان 8 میشه 2 به توان 13 ضرب 2 به توان 8 میشه 2 به توان 21 منفی 2. وقتی ما تعداد هاست را حساب کنیم در کلاس C یک اکتیت ما تنها برای هاست داریم و تعداد هاست های ما میشه 254 دانه. یعنی 2 به توان 8 منفی 2 که یه عدد مساوی میشه به 254. در صورتی که اکتیت اولی ما قیمتش از 224 تا 239 را باشه ما یک کلاس را میگیم کلاس دی که معمولا کلاس دی به خاطر ملتی کاستینگ استفاده میشه. یعنی وقتی که ما بخوایم به یک گروپ از هاستا معلومات روان کنیم. کلاس ای از در صورتی که اکتیت اولی ما قیمتش از 240 تا 255 باشه این کلاس ما به نام کلاس ای میگیم و معمولا به خاطر اکسپریمنت استفاده میشه. اکسپریمنت طوری است که
کمپانی‌ها وقتی وسایل می‌سازند، وسایل خود را توسط کلاسی ای تست می‌کنند، بعد از او به بازار عرضه می‌کنند. خب یکی از درس‌های ما در چپترهای آینده مالتی کاستینگ خود بود که ما در اونجا باید یاد بگیریم که از طریق کلاس دی مالتی کاستینگ چطور صورت می‌گیره. خب بعضی از موضوعاتی که ما در حال میاییم میبینیم، به خاطر تشخیص کلاس A راوتر فقط بیت اولی را در IP آدرس چک میکنه. در صورتی که بیت اولی صفر باشه ایرا کلاس B در نظر میگیره، چون همیشه اکتت اولی در کلاس A از 1 تا 127 میباشه یا خلاصه 126 میباشه و بیت اولی در اونجا در 126 صفر در نظر گرفته میشه. اگر اوتر بخواه یک کلاس دیگر را چک کنه، میایه بیت اولی را چک میکنه. بیت اولی در صورتی که 1 باشه میایه با بیت دومی. در کلاس B که همیشه قیمت از 128 تا 191 اکتت اولی قیمت میگیره، دو بیت اولی از 1 و 0 می باشه. وقتی که 1 باشه راوتر بیت بعدی را چک میکنه و با بیت بعدی وقتی 0 سر بخوره ای کلاس C B میشه و خلاصه راوتر دیگه پیش نمیره، فقط کلاس B توسط زمین دو بیت اولی تشخیص میشه. اگه بخواد کلاس C را بفهمه، میای بیت اولی را چک میکنه وقتی 1 است باید پیش بره، بعد از او بیت دومی را چک میکنه وقتی 1 است باید پیش بره. در صورتی که بیت سیومی 0 باشه راوتر ای را میفهمه که کلاس C است. به این شکل کلاس D سه دانه بیت اولی ما 1 می باشه همیشه و همچنان بیت بعدی چهارمی 0 می باشه و همچنان کلاس E 4 بیت اولی ما 1 می باشه و بیت پنجمی ما 0 می باشه. از این طریق راوتر کلاس ها را می تونه بسیار خلاصه و شارت تشخیص کنه. تمام موارد را که ما در مورد کلاس ها گفتیم خلاصش در این جدول نشان داده شده. اکتت اولی از 127 می باشه، بیت اولی همیشه صفر است و همچنان یک اکتت بر نتورک است، سی اکتت بر هاست است. سبنت ماسک به صورت دیفالت یا پیش فرض سه دانه صفر است و یک دانه 255. یک دانه 255 به این معنی که 8 دانه 1 و 3 دانه 0 یعنی 24 دانه 0. به این شکل تمام و جزئیات دیگه از این جدول نشان داده شده. ویدیو را استاپ کنین، این جدول را از سر تا آخر ببینین، بعد از او باز پیش برین. لکچر اولی فصل چهارم ما در اینجا خاتمه پیدا میکنه. اگر شما کدام سوال دارین میتونین به فیسبوک ما جوین شوین. عبدالله عزیزی از وی پروفایل عکس پروفایلم می باشه، بر ما میتونین ایمیل بفرستین. اگر این ویدیو خوشتون آمد لطفاً به چینل ما سابسکرایب کنین، ویدیو ما را لایک کنین، همچنان با دوستاتون را شیر کنین که دیگر هم از این بتونه استفاده کنه و بهره ببره. تشکر از توجهتون، امیدوار هستم سعادتمند باشین.